بسم الله الرحمن الرحیم. در اسلام یه چیز خیلی نوظهوری بود در بین عرب اونجا برای خودشون. عربی که هر قبیله یه خدا داشت، خدا هم با هم جنگ میکردن، یعنی قبیله با قبیله. یکی میگفت خدای من بالاتره، اون میگم خدای من بالاتره. نمیدم چیز گفتن، یه رقم عجیب و غریب، نمیدم 60 نمیشتن میدمشتن یا 360. من خوندم ولی چون برای این چیزا جایی توی مغزم ندارم که نگه دارم، فراموش میکنم. چه 60 باشه، چه 360. 60 بود توی خانه کعبه بود. که پیغمبر اومدن شد. ابراهیم علیه السلام ناپدریش، یعنی پدر که ما قرآن بهش میگه پدر، برای خودش هم صدا میزنن یا ابتی. اون خودش بت تراش بود، اصلا میگه من از سفارش میدن یه بت میتراشید میدن. بعد حضرت ابراهیم یه از آیت نگو آقا خجالت نمیگشید، شما همین سنگی که خودت برداشتی و مجسمه کردی،
حالا می داری اون بالا می پرستی این چه عبادتی دیگه از این حرف بدیتن حالا ما نمیگیم چیز باید کاری نداشته باشم من خیلی خوب هر عیاض بالله این نمیفهمه ما میفهمیم بذارید باشه دیگه نباید اونی که اون حرف حساب میزنه بسوزونه ابراهیم رو بخون بسوزونه روی لج و لجبازی ابراهیم رو گذاشتن تو فلاخون سنگ پرونی نمیدارم فلان که خداوند گفت به قول یکی فحشی داده حالا اون کار گفت یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم تو آتش میسوزونی من این دفعه میگم نه تنها نسوزان بلکه سرد بشو و سلامتی و خلاصه گل گل بوته بیار برای ابراهیم همین ابراهیم بعد بود خوب تا در زمان پیغمبر بعضی ها میفتن ما یهودی و یهودی فقط مورد توجه خداست بعضی ها میفتن ما نصارایی نصارامون هر دوی اینا تقریبا بود پرست بودن چند جا خب بود هم چه فرق میکنه که بود مجسمه بسازن ابراهیم رو بچیز کنن یا بودی که مسیحی های اون وقت نصارا میگفتن سه تا خدا قائل بودن و افراد بعدی یه انسان زنده ای که مثل خودشون بودن مثل خودش بود منطقه مورد مرحمت الهی قرار گرفته بود بو می گفتن خدا بود یهودی ها گفتن که عزیر ابن الله عزیر که همون عذرا باشه که چیز هم داره کتابی هم داره در رساله در کتاب مقدس می گفتن این پسر خداست عزیر ابن الله بعد این میگفت که ابراهیم یهودی بود اون یکی میگفت نخیر ابراهیم من نصارا بود هیچ کنمشون نبود بل کان حنیفا مسلما ابراهیم خدا پرست و موحد بود چیه جایی میگه خدا خطاب پیغمبر میکنه مثل شاد دلداری میگه اینا که خودشون میدونن تورات و انجیل بعد از مسئله یهود و نصارا که تقسیم بندی کردید آمده اون وقت میگن چطور میگن که ابراهیم نصارا بود ابراهیمی که اصلا از این کتاب های شما خبر نداره ولی میگن نصارا بود حالا چطور اینا دیگه بله حالا چه میگن دیگه که اصلا ابراهیم نیست منظور این مباحثه اونا اثری نداشت خداوند جایی میفهمدن آیانم یا امی و یوسم خداوند کورشون میکنه کرشون میکنه از چی از حرف حق و از این که حرف در حال در چه حرف ها انحراف و چیز پیدا کنه
خب حالا خب در میشیم خیلی از قدیم بوده این حرفا وارث این جر و بحث اوائل اسلام و پیغمبر مایم به ما رسیده یهودی و نصارایش تقدیر کردن شده چه راست گفت شده چپ گفته چنین گفته چنان که یه طرف شمایم و باید فایده نداره اینا هیچ یکی از چیزهایی که در منطق و استدلال میگم و یا در سفسطه ها میگم مثلا خب یکی یادم میاد حضرت صالح علی شاه میفرمودن فرمودن در سفر کجایی میدیمون مسیحی یا یهودی اونجا اومد و صحبت کرد و البته خیلی اونشون احترام میکردن به احترام ظاهری بعد ما این آیه یه چیز خوندیم قل تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم بیاد رو این کلمه ای و این معنایی که بین ما و شما هر دو هست و هر دو مشترکیم در این ردم چه بحث کنیم سواء بیننا و بینکم ان لا نعبد الا الله نپرستیم هیچ کس را هیچ شخص یا جز خداوند و نان و نشرک به شیئا نه تنها او رو میپرستیم هیچ چیز کوچکی هم شرکش قرار ندیم نگیم که اینجا این یک کار رو خدا به دیگرون سپارده خودش کاری نه لا نشرک به شیئا یعنی بیم لا اله الا الله هو الواحد القهار فرمان بر جد اینه که اسکن گفت خب شما که عیسی مسیح رو قبول دارید گفتیم بله پیغمبر مسیحم گفت خب شما قبول دارید ما هم که محمد رو قبول نداریم پس بیاد روی عیسی توافق کنیم که هر دومون قبولش داریم شما محمد رو رها کنیم فرمودن بهش گفتیم که ما این عیسایی که شما میگید قبول نداریم ما اون عیسایی رو قبول داریم که در رکاب محمده و مثل او فکر میکنه شما بیاد اون عیسی را قبول کنید حالا یه شگرد چیزم همینه اگه پیغمبر و بعد از اونها میخواستن در هر موردی مناظره و مباهله چیز کنن تا همه به اصطلاح ظهور امام زمان که ظاهر خواهد شد انشاءالله به زودی تا همین زمان ادامه پیدا میکرد برای اینکه فرض کنید مثلا یه آقایی در کجا برخوی یه جایی که بیش کنم شما نیدید میگه بیاد من بارزه خیلی خوبانا اون که مجاب شد میگه خیلی من مجاب شدم
اون یکی دیگه میگه من مجاب نمیشم. خب نه تو هم باید. بعد به مناظره و مباهله باید هم ردیف باشن دو نفر. یک شاگرد کلاس چهارم پنجم ابتدایی در مباحث هسته‌ای با انشتن نمیتونه بگه بیا مناظره کنی. انشتن میگه برو بابا پیکاره. میگن نگاه کنید انشتن فهمی نداره. وای بچه حاضر نیست مبارزه مناظره کنه. در مناظره باید وقتی مثلا آقای یکی از آیون مراجع او مثلا آیا یک کشکش دهاتی یه چیز حاضر نیتونه بگه بیا بناظره کنیم. وقتی من رو با مرجع میکنیم باید پاپا خود چون کاردینال مناظره کنن. هر کسی خودش برمیداره. مثلا همون چیز مثل گفتم همون کشیش عادی و ساده یک دهستان من داره نامه می نویسه که مثلا آقای فلان مرجع بیاد به همه مبارز مصاحبه کنیم مباهله کنیم. صحیحنی باید دو نفر هم رتب باشن و خیلی ها از همین نکته استفاده میکنن. میخوان خودشون مطرح کنن. اصطلاحی است که آها این سیاست با همه زشتی هایی که الان داره ولی خود سیاست یک علمی است. ارسطو چیز کرده این سیاست با این زشتی ها شد یه مباحث یه مسئله محاسن مختصری فوایدی قاعدتا داره و اون مثلا اینجور اصطلاحات میخواد خودشو مطرح کنه. نامه این سیاستی حتما جواب بدن برای اینکه اگر جواب بدن میگه ها ما این گفتیم ولی این چیز کردم. خیلی بخواد چیز بشه باید با همون درام درام به هارتوپورت تسلیم میشه. میگه بله فرمایشات بزرگی بود من تسلیم شدم. تو کیاسته که تسلیم بشه یا نشی؟ یک نفر تو یک نفر هستی برای یک نفر نمیشه وقت عده زیادی رو معطل گذاشت. برای دوستان مباهله هم همین بود. البته مباهله در سیز بود وقتی بود که اون طرف یعنی اگر تسلیم میشد برای اسلام خیلی مفید بود. اوائل اسلام بود و اونم من شخصیتی بود. یاد نمیدونم کی آلام نوشتن تو کتابا یادم نیست الان خونده من. پیغمبر بهش فرمود که اگر یعنی بر حسب امر الهی بهش فرمودن که خب بیا با هم مباهله کنیم. هر کدوم یه دست ارتباطی طرف هم چیز رو لعن کنن. یعنی بیان اگر اون چیز ملعون باد کسی که این بود یعنی از فرمود که اون خدا برای خدا دستور
فرمود که این کسانی که مباهله میکنه برای مباهله نبتل انفسنا و انفسکم. ما خودمون، شما هم خودمتون، نه اینکه یه رجاله استخدام کنید که بیان مباهله کنن. نه، خودمون بیایم، خود من بیام، خود شما بیان. و نساء نو و نساء کن، خانواده مون، زنهامون و زنهای شما. چون ارامل یه خیلی غیرت در نیزد. و ابناء نو و ابناء کن، فرزندان خودمون، شما هم فرزندانتون. هیچ کنم از تشکیلات شما که در دنیا دارید، نه به اونا به جای خود. خودمون بیاییم. استخدام رجالم نکنیم که چند تا رجاله بیاریم. علت چم اینه که مسلم باشه دیگه که بعد اون چیز هات گفتن که ببینیم کیها میان، اینا کیها میارن. دیدن که خود حضرت تشریف آوردن به اضافه علی علیه السلام، که ما میگیم که فرمود انفسنا و انفسکم، علی نفس پیغمبره، یعنی همونه. نفس یعنی همون وجوده. نسا اونا و نسا کن، زنها اینا فاطمه را آوردن. فاطمه دیگه نزدیکترین شخص و پیغمبر که حضرت دوست داشتن، که به قول خود آقایون وقتی حضرت فاطمه علیه السلام شرفیاب میشد حضور پدر، دست پدر رو میبوسید، پدر هم دست او رو میبوسیدن. این امید. ابنا اونا و ابنا فرزندان ما حسنین را آوردن. بعد اونها که نگاه میکردن در پشت پرده یا اینا که ببینن کیها میان، رئیسشون گفت نه، اینها برحق، اگر برحق نبودن و عبا می داشتن، اینا نزدیکتن کسانشون آوردن، یعنی مطمئنن که اینها زنده می باید. که اگر اینها برن اسلام از بینه، همه خودش اسلام، و مباهله نکردن. خب همین نتیجه مباهله حاصل شد، مباهله نکردن. درمان حالا این از هم کسی مباهله. بعد هم میگن یا اون حاضر به مناظره نشدن، آخر با کی؟ در همین یکی از شهرسنا که همین حرف پیش آمده بود، بعد اون آقا رو گرفتن به عنوان روحانی طرف. حسینیه رو خراب کرده بودن اینا. بعد اون آقا هم خوب هارت و پورت و اینا، و به عنوان یه اتهامی گرفته بودن. بعدم تبعیدش کردن در یکی از محاکمات به قم مثلا، برجت محکوم شدن. خب این آقا مباهله میخواد بکنه، با این مباهله میکنی؟ مباهله نمیخواد، این مثل روز روشنه. برجت
بسم الله الذي لو أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله. از هیچی نمیترسم جز از عدل الهی. یعنی عدل الهی اینقدر دقیقه که یه پرکاه خدای نکره من تخلف داشته باشم مجازات میشه. و چون فقط از اون میترسم که هیچی ده. بسم الله الذی لا ارجع الا فضله ولا اخشى الا عدله ولا اعتمد الا قوله. جز گفته او به گفته گفته او که فرمودن انا نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما خودمون ذکر رو فرستادیم، ذکر یاد خداست، قرآن اسلام هم و خودمون هم محافظشیم. دیگه چه میخوایم از بنابراین با قدرت الهی ما تکیه میکنیم و زنده ایم. اون دمی که خداوند فرمود فإذا سویته و نفخت فیه من روحی فقط، اون نفخه روح الهی هنوز ما داریم انشاءالله.